دوستانی که در سالن قرارداد تشریف دارن بپردازیم و من اینجا میتونم یک لیست رو تهیه کنم از دوستانی که سوالاتی دارن اینجا بنویسم. من خواهم نظر دادم فقط خواهش من از دوستان اینه که بله در حدود از 5 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه بسته تعدادی که میخوام نظر یا سوال خودتون مطرح کنم. ما میتونیم که یه لیست رو ما با 10 نفر شروع میکنیم، بعد اگر وقت اضافه اومد دوباره میتونیم دوباره این لیست رو ادامه بدیم و باز کنیم برای لیست بعدی. ببینید من یکی توقع دارم که بحثی که اینجا میشه آخرش یه نتیجه گیری سیاسی مثلا در گفتمان یه نیروی اپوزیسیون این دیگه شما در مورد اینکه خب ما به جمهوری اسلامی نهایتا میگیم چی تو سیاست خارجی کجاش عیب داره، چگونه میشه اصلاح کرد، چه پیشنهادی داره. وگرنه این بحثایی که الان شد البته خیلی هم با ارزش بود، البته امیر رو مسئله مذاکره اشاره کرد که خیلی مهمه، خود همین این نکته رو باید مطرح کنه. منتها بحث آکادمی که دوستانم میکنن خب تو وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در سطوح خیلی چیزش خیلی هم سطح بالا انجام میشه. ما به عنوان یک نیروی اپوزیسیون یعنی جمهوری خواه که به قول شما میخواین از جمهوری اسلامی عبور کنیم چه پیشنهادی داریم و چگونه در سیاست ورزی مخالفتامون رو با سیاست خارجی جمهوری اسلامی باید اعلام بکنیم، گفتمان این سیاست ورزی چیه، شعاراش چیه. اینجا بایستی به نظر من این مسائل مطرح بشه. اما خیلی من خب سوال در رو گفتگوی که انجام شد برای من میتونم بگم نکات مثبت بود، اما فضای این گفتگو در واقع فضای دیگاهی که رفقای دوستان از ما دادن در طبعه فضای افرادگری که الان در سطح جهانی و همچنین در رابطه که ما بین ایران و کشورهای منطقه و قربستش بهتر بشن. اگر این پانل توی دوران اصلاحات زمانی که خاتمی در واقع در سرکار بود، زمانی که خاتمی میره در سازمان ملل در پیش برنامه طرح گفتگوی تمدن‌ها رو میده، فکر نمی کنم کمتر از این دوستان ما در اینجا حیات جمهوری اسلامی رو در آمریکا سیتیزی در این نگاه بیان اینجا بگن که فقط با غرب سیتیزی و آمریکا سیتیزی است که جمهوری اسلامی حیات پیدا میکنه. من فکر می کنم در این شرایط که نیروهای افراد در عرصه سیاست چه در داخل کشور ما و چه در عرصه سیاست جهانی نیروهای افراد دران از به طرف هم دیگه موشک پراکنده میکنن، نیرویی که میخواد در این وسط تلاش بکنه نگاه معقولانه تری رو طرح کنه، این نیرو نمیاد صف اون سمت رو یک دست بکنه و فکر بکنه که همه اینا یکی هستن. جمهوری اسلامی میتونه حیات پیدا کنه، ادامه حیات داره، حتی با غرب هم مسئله‌اش حل میکنه. مهم اینه که در واقع میدان‌دار چیست. مسئله اینجاست که به نظر من اتفاقا جمهوری خواهان ایران، نیروهای سکولار، دموکرات جامعه ما بر تقویت این بخش میانی، بخشی که این بخش میانی فقط جمهوری خواهان هم نیستن، بلکه حتی در دل خود همین حکومت هم که صدایش هم در دوران اصلاحات رو میشنیم این صدا بیشتر بیاد. من فکر میکنم که در اینجا تلاش بر این مسئله که حل مشکل جامعه ما، حتی تکلیف ما که نگرانی که دوستمون آقای موبینی هم داره حل بشه، در اینکه ما تلاش بکنیم بتونیم رابطه با غرب، رابطه متقابل اکتنومیز متقابل با مقابل ایران و دیگر رو این رو این نگاه رو تقلیت بکنیم و این صدا رو ببرش بالا و طبیقتا چشم خواب شد بکنم طبیقتا نیروی اصلی این تغییر هم در داخل کشور و در دل همین مورد باید هستش. بسیم سلام به همه دوستان. این بحثی که تو این پنل شد
من یک متد دیگری فکر کنم باید از نظر متدیک دارم میگم باید مسئله مطرح بشه، چون که عرصه سیاست خارجی عرصه تعامل و تقابل قدرت هاست و هیچ موقع یه طرفه نیست. یعنی اگه نگاه ما در تبدیل سیاست خارجی بحث و تحلیلی که مطرح میکنیم فقط متوجه جمهوری اسلامی باشه و در بحثی که مطرح میکنیم روش اون طرف، استراتژیش، اهدافش و تاکتیک هایی که داره پیش میگیره در آمیخته نشه، در هم نیامیزه در تحلیلمون و ما هم به عنوان اپوزیسیون بخواییم صحبت بکنیم، نوعی به نظر من کجندیشی در نتیجه گیری هامون به بار خواهد آمد. یه مثال میزنم، مسئله آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی. آیا سوالی که برای ذهن ما مطرح میشه در طرف مقابل، اون طرف، اونایی که تو واشنگتن نشستن، واشنگتن اینستیتوت، فاندیشن فور دموکراسی، دیفند، دموکراسی دیفند، اینها یا مسائل دیگه، اونها عنصر ایران ستیزی توشون نیست؟ یا در جریان اسرائیل، خود اسرائیل، در پروژه که داره پیش میبره، موضوع این که من ایران رو کجا قرار بدم و از رقابت شیعه و سنی چجوری استفاده بکنم مطرح نیست و واکنش ایران رو بچه می باشه. ببینید تحلیل باید داینامیک باشه، باید دو طرفه باشه تا ما بتونید یه نتیجه دقیق ازش بگیریم. من نشدم اینجا روی اینکه چه احساساتی بعد از پیروزی انقلاب 57 احساسات فقط نه، چه جمع‌بندی هایی، چه استراتژی هایی رو میز قدرت های بزرگ قرار گرفت و طرف مقابل ما چجوری بازی کرد. اون وقت بگیر من قرار شد سوال نکنیم بگیم نظرم درست اگر وقت کنم من درست کنم نمیگم، میگم سوال مطرح نشد که اون زمان را هم پرداخت. آها آها بله من بس یه شما گرفت بله اگه وقت من تموم شد هر اونو بگیم تموم کنم. ببینید تحلیل باید داینامیک باشه و اگر ما اون طرف در نظر نگیریم و در موضع اپوزیسیون باشیم روی دو تا سوال جوابهای غلط میدیم. من این رو در نشست دیگر هم دیدم، یک در مورد کارآمدی و توانمندی و امکان اعمال اراده طرف خودی یعنی جمهوری اسلامی تون دچار بدبینی میشیم، دست کم میگیریم و نمیتونیم ببینیم که چقدر ظرفیت داریم، ولی اون طرف، مخالفین اون طرف رو، مخالفین سیاست غالب رو ما که ترامپ هست، تحلیل‌های اون رو بخونید، اونها در دیدن ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و چشم‌اندازهایی که جلوی روی جمهوری اسلامی هست، دوستان رو خوشبینی میشن و بیشتر میبینن، میگن که به طرف جنگ میره با ایران، یعنی ترامپ داره میبره ایران رو پای جنگ و نباید این اتفاق بیفته، ایران هم میتونه مقاومت بکنه جنگ جهانی میشه. اونا در اینجور تحلیل میکنند. دوم، نکته دوم میگم تموم شد. دوم در زمینه درخواست ها و تعادل خواست هایی که طرفین از هم دیگه دارند. ما ببینیم اونا چی از ما میخوان و چی به ما میدن و ما چی از اونا میخوان، چی بهشون میخوان ببینیم. اگر ما نبینیم که اونا چی میخوان و چی میدن، در نتیجه گیری که میکنیم یک حالت واگذاری یا تسلیم یا اینکه هیچ موقع در بحثای اپوزیسیون کمتر میبینم حد ظرفیتی که امریکای ترامپی و اسرائیل و بن سلمان میتونه داشته باشه برای اینکه به ایران بده این رو میز نیست و بیشتر چیزها از جانب ایرانه. اپوزیسیون که داره صحبت میکنه که ما چه چیزایی رو به اونها بدیم تا اونا چه کارهایی رو نکنن. به نظر من دو جانبه نگاه کردن ما رو بیشتر به نتیجه میرسونه. مرسی.
14 سال 15 سال ازش که از بنیان‌گذاری جمهوری نزدیک به 14 سال شد 17 سال از بنیان‌گذاری جمهوری اتحاد جمهوری خواهان میگذره و در این مدت کارمندهای من میگم که خیلی خیلی رم بودم ولی کن در جریان بودم و میبینم که هیچ گونه با اینکه جمهوری اسلامی ایران تغییرات خیلی زیادی کرده از دوره اصلاحات گرفته بعد دوره مدام هاشمی رفسنجانی و بعد که ما الان امروز رسیدیم به یک توتالیتاریسم دینی سیاست جمهوری خواهان هیچ کدوم تغییر نکرده و همچنان در حفظ موقعیت فعلی یا بگوییم استاتوسکو تکیه داره و یک شگفتی من از این هستش که کسانی که جمهوری خواهان رو بنیان‌گذاری کردن عمدتاً پیشینه و سابقه چپ داشتن، چپ ایدئولوژیک داشتن و هنوز هم دارن و اعتقاداتی هم دارن و اینها اینا به خود میباید خوب بدونن که ایدئولوژی هم چی ایدئولوژی یعنی یک ایده رو به عنوان مطلق انگاشتن و حول اون عمل کردن و مطلقیت در یک ایده یعنی نفی ایده های دیگر. تمام حکومت های ایدئولوژیک که توتالیتاریستی بودن، تمامیت خواه بودند، در حول یک ایدئولوژی شکل کردن. شما نمونه نمیتونید از چین و اتحاد شوروی گرفته و کوبا و الان کره شمالی و همه اینها جمهوری اسلامی ایران همه بر اساس ایدئولوژی شکل گرفته و همه اینها سیاستشون مبتنی بر صدور انقلاب بوده، صدور ایده خودشون بوده. اینجا مطرح کردن نه جمهوری اسلامی خانم محمدی ها جمهوری اسلامی مظلوم واقع شده، الان دیگه خیلی وضعش خوب شد و خیلی بهتر از آقای خامنه‌ای هم میگه چند سال آینده بهتر خواهد شد. اینها همه تمام مشکلات فعلی ایران مبتنی است بر حکومت ایدئولوژی و صدور انقلاب و همسایگانش. اگر صحبت از این میکنیم که میخوام سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رو بررسی کنم، نظر من جمهوریت دیگه باقی نمونده، باید اسم ولایت فقیه رو فقط درش بذاریم. آسای جمهوری اگر هم حکومت ایران در اینجا و اونجا کوتاه میاد فقط به خاطر فشارهای مردمی هستش، نه به خاطر جمهوریتش، نه به خاطر اینکه حکومتیست قانون مردم. و اما سیاست خارجی برای تعیین سیاست یا شناخت سیاست خارجی کشور به نظر من یک فرمول خیلی ساده شناخته شده وجود داره و اون این هستش. اگه شما میخواید بدونید سیاست خارجی یک کشور چی هستش، نگاه بکنید ببینید که اون حکومت، اون نظام و مردم خودش چگونه رفتار میکنه. دقیقا میتونید ببینید که سیاست خارجی اون چی هست. حالا شما این رو این فرمول ببرید همه هر کشوری انطباقش بخواید بدید درست در میاد، حتی در کشور آمریکا شما اینجا. اما فشارها و چیزی که در اونجا میاد یا آزادی هایی که اگر اونجا میخواین این رو هم اون فشارها رو هم به خارج از کشور میارن و علی آزادی هاشون هم این آزادی های لیبرالشون هم یه شکلات دارن و این حالا در مورد آمریکا گفتم که اینجا خیلی پر مناقشه هستش. اینو میخوام بگم که جمهوری اسلامی همون فشارهای ایدئولوژیکی رو که مردم خودش میاره به دیگر اندیشه ها و دیگر دین ها بخونه میاره که بیاید باید بیاید به دین من بپیوندید از پیروی بکنید، همین رو هم در کشورهای دیگه پیاده بکنید. این یک نکته. نکته دیگر آخر من در مورد خیلی کوتاه میگم سیاست خواهد آمریکا ستیزی و چیز و تمومش میکنم چون که فرصتی نیستش. اسرائیل ستیزی ببینید ما تا قبل از انقلاب 57 به طور کلی درسته که حکومت شاه بود و مخالف بودن، همین نه که اینجا بودن مخالف بودن، ولی نه آمریکا نه مسئله‌ای نداشتن. درسته که میگید اونا منافعی داشتن، همه کشورها منافع دارن، ایران هم منافع خودش رو داشت از آمریکا استفاده می‌کرد اسرائیل، ولی مشکل با عربستان اسرائیل هم وجود نداشت. این در ذهنیت چپ ایدئولوژیک بوده آمریکای ستیزی به خاطر حالا قضیه 28 مرداد هستش که ما هیچ وقت دیگه می‌خوایم نبخشیم ویتنامی ها با حماسه هایی که آفریدن در مقاومتشون میخواه آشتی کردن، ولی ما هنوز نمیخواهیم آشتی بکنیم. ولی 40 سال هستش که یک انقلاب ایدئولوژیکی صورت گرفته
40 سال کشور رو دارن میگن من تو رو نابود بکنم، شما آقای نجددار یا هر کسی دیگه 40 سال این طرف به شما میگه من یک روز تو رو نابود بکنم، شما چیکار میکنید؟ شما از همون سال اول مواظب هستید، شما همون که مقاومت میکنید کلا اینها بدن شکل تهاجمی به خودش میگیره. در نتیجه میخوام بگم که آمریکای ستیزی ریشه در ذهنیت ما داره، اسرائیل ستیزی هم ریشه در ذهنیت ایدئولوژیک ما داره، ولی این زدودن آمریکای ستیزی و اسرائیل ستیزی به اون معنا نیست که ما از آمریکا، سیاستان آمریکا و اسرائیل انتقاد نکنیم. میلیم سیاست اون رو تکت کنیم کنم، ولی انتقاد کنیم کنیم. بسیار خدمت شما که اینقدر بحث فرصده هست و همین میلیم داشت سوال بود. اگه اجازه بدید من چند تا مورد بگم که این دوستان بزاره قدرت ایران در دوره شاه هم قدرت بود، در منطقه در حال رشد بود، اما در چارچوب سیاست غرب وقتی که تو انگلستان خلیج بها میکنه از بحرین ایران شاه میگه تو میگه تو موسی آمریکا رو ایران میگیره هیچ حرکتی از ایران نمیشه چون اون در رابطه و دوستی با اونها انقلاب که شد توازن و قوای منطقه به خاطر قدرت انقلاب و شورشگری عظیمش به هم میشه. این توازن دست کسانی افتاد که اصلا فهم سیاست خارجی نداشتند. آنها اومدن به جای اینکه قدرت ایران رو گسترش بدن، قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعیش رو گسترش بدن، رفتن از جنگ ایران عراق استفاده کردن که داخل خود صحبت بازار کردن فلسطین از این داستان رو رفتن و به تقابل رو بودن. به جای اینکه سیاست گسترش قدرت واقعی ایران نمیگن زیادی قدرت ایران در منطقه بینیم 15 کشور هم مرزه و اگه تکون بخونه همه میدرسن برسه همینه که هیچ جرأت در اینجا جنگ رو برسن ولی اینکه همه منطقه در حال وحشت و ترس و خراب میشه. اینها اومدن به جای اینکه واقعا عقلانی یه دپارتمان خارجی نداشتن موقع حراق حمله کرد اینا طوری در جهان عمل کردن که همه ایران محکوم کرد. ببینید چقدر عقب مونده بودن اون عرب بودم اصلا جمع کرد بینید این ویدیو میگرد اون ویدیو میگرد و محکوم شد رسید که اون واقعا حمله کرد بود ادامه هم جاست. دوستان بفرمایید که سیاست استثنایی چیه جمهوری اسلامی در جهان حالا خیلی گنده است در منطقه خاورمیانه برای اینکه قدرت واقعی خودش داشته باشه چی؟ اگه این استراتژی تقابل هست آرزش همین پدیده است که الان موجود است. اگه این استراتژی بر بین سیاست هستی ایران میتونست که همین تجهیزات رو پیشرفت بهتر هم بکنه از نهادهای بین‌المللی استفاده کنه صنایع اتمی رو پیشرفت کنه ولی به خاطر تقابل کار به اینجا رسید که سیمان ریختن به این داستان رو بکنه. سیاست خارجی یا استراتژیش هم در منطقه همینه علت اصلی در همینجاست وگرنه از 200 تا کشور در دنیاست چرا اونو تحقیم نمیشن مگه کم مخالف داره کم درگیرن با جهان غرب مگه مخالفت با غرب یا اون ماهیت ستمگر و فلان شکل برخوردش یکیه یک میتونه با نرمش باشه یکی میتونه با دیپلماسی باشه یکی با قدرت اقتصادی باشه یکی میتونه هر راهی شما دوستان بفهمید که این استراتژی آیا به بنبست رسیده کار به فاجعه جنگ میرسه که امیدوارم نشه اگر نمیرسه با تغییر چه وضعیتی میتونه این حل بشه یعنی رابطه ایران و امریکا حل بشه اسرائیل فنسالبه چین و روسیه با اسرائیل رابطه دارن غرب مسئله ولی ایران فقط رابطش با اسرائیل حل بکنیم مسئلهش با غرب حل نمیشه با آمریکا حل نمیشه آمریکا تعیین کننده است با اسرائیل هم میتونه دوام داشته باشه ولی در چارچوب یه متد امروزی دارم والا موضوع زیاده من تلگراف میگم من اصلا اعتقاد ندارم که مسئله اسلام و ایدئولوژی مسئله تضاد جمهوری اسلامی با آمریکاست. تاریخی هم میتونم ثابت کنم از موضع فدایان اسلام در کودتای 28 مرداد که دفاع کرد از کودتا از کودتای 28 مرداد که ایران رو از دست کمونیسم نجات داد از دیلی که آقای خمینی کرد با غرب قبلا سازمان امنیت ایران رو بخش درست خارجی یعنی ضد کمونیستی شو آورد سازمان امنیت ایران کرد از دیلی که خمینی با چیز کرد کارتر انداخت اسلحه گرفت از صد تا کارشناس اسرائیلی که در
زمان جنگ حتی سرنده شده همه در آمده. در ایران به ارتش ایران کمک برخلاف اینی که سلطنت طلبا شایعه میکنن یه جوری که مثل که انقلاب خمینی رو چپی آوردن، نه خمینی رو آمریکایی‌ها بعد از گوادلوپ، البته قبلش نه، اونا محافظ انقلاب نبودن، وقتی دیدن داره انقلاب میشه اونجا رفتم. یعنی اصلا اینجوری نیستش که جمهوری اسلامی منافع داره و متاسفانه اون چیزی که مهمه، الان چون میخوام سیاست برسم، در ایران منافع گروهی حتی به منافع جمهوری اسلامی میچربه. یعنی حتی تو جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای و یاران منافع خود نظام رو زیر پا میذارن برای که حریف خودشون، یعنی همین روحانی و ظریف رو پول سیاه میکنن برای که اونا نشن برنده. بنابراین میخوام بگم نه تنها اسلام، بلکه منافع گروهی کوچک خودشون رو حتی به نظام ترجیح میدن. به نظر من تو همین دوره دیدیم هم فتیله ای که زدن برای ۹۶ رضا شاه و بچه از مشهد علیه روحانی اینا و چیز، هم تو سیاست خارجی شما بودی مسیحی. من نمیدونم از که ایتال آقای پوتین مسلمون شده که اینجوری میزنن رو سرشون. اگه ما دعوای اصلی ما مسیحیته، آقای پوتین میارن ظریف وزیر خارجه ایران که تمام دنیا حداقل حالا الان اینجا مشالله هممون خیلی هممون واردیم، ولی همه دنیا به عنوان یکی از بهترین و متخصصترین وزرای خارجه دنیا میشن پول سیاهش رو دعوت نمیکنه اونجا. یعنی به دنیا داره میگه آقا این هیچکار است منم. من فکر میکنم شما الان تو توضیحاتی هم که تو قبل هم دادی گفتیم که آقا خودتون میگه روحانی و ظریف میخواستن مردم رو توسعه بکنن، خامنه ای نداشت. بنابراین به نظر من سیاست که ممکنه، نه اینکه اول جمهوری اسلامی بره دموکرات ها بیان زن ها آزاد بشن تو سیاست جمهوری خارجی جمهوری اسلامی درست بشه، اگه قرار نیست این باشه و ما راجع به سیاست خارجی حرف بزنیم، من میگم شعار ما باید این باشه که سیاست خارجی باید به دست وزارت خارجه باشه، دست سپاه و ولایت و همه اونا کوتاه باشه از این سیاست خارجی. چی کارن اونا که راجع به سیاست خارجی تصمیم میگیرن؟ من شما نمیگم اینا میخوان اونا نمیخوان، نیرو هست. چرا نیرو هست؟ در همین نظام جمهوری اسلامی هم هست، در همون اسلامی هم هست. چرا؟ سرمایه‌دارای ایران آقا جان در ایران سر سیاست اختیار سرمایه‌داری لیبرال اسلام چی سرمایه‌داری قارتگر داره سیاست میکنه. اونی که تنش میخواد طرفدار سیاست تنش، بخش بزرگ سرمایه‌داری ایران طرفدار رابطه با غربه، قبول تجارت میخواد سودش رو داشته باشه، زحمت کشا طرفدار این رابطه هم برای اینکه کار پیدا میکنن، قشر متوسط طرفدار این نیرو. از کجا میخواد این نیروی دیگه تو ایران؟ بنابراین ما باید سیاست این نیرو رو اعلام کنیم. اتحاد جمهوری خواهان باید بگه آقا ما نیروی ضد تنشیم، ما نمیخوایم اول جمهوری اسلامی بره بعد رابطه با آمریکا داشته باشیم بعد رابطه با اسرائیل داشته باشیم، ما میخوایم جمهوری اسلامی روابط مذاکره کنه. مذاکره نه آمریکا و اسرائیل اینجا گفتن و صدام 400 بار بمب شیمیایی زد درش کف زدن. چون این چه زد آمریکایی؟ این ایدئولوژی که اسرائیل آقا رفتیم سند در اومده، اسرائیل اومده گفته ایران رو بمبارون کنه، آقای بوش داده رو نیز گفته نه. خب تمام میکنم، میخوام بگم که یعنی اینجوری نیست که حالا نیست که یه مش چیز اومدن جمهوری اسلامی یا اغربایی که میخواد حرف چیز بکنه، نه آقا جان اون اجده های بینرمدی جمهوری اسلامی اشتباهش یه اشتباه بزرگش نفهمید. اردوگاه سوسیالیستی خوابی بازی یه چیز دیگه شد، قدرت تغییر کرد یه طرفه شد. آمریکا که بقید نقشه خواهر لیبی رو چیکار کردن؟ رفقای که اینجا بودن تا پریروز من یادم سر لیبی ما چقدر دعوا داشتیم. آقا دانیا رو توبله کشیده، شما میگین ایدئولوژی که. خب دوستان سلام میکنم، خسته نباشید. فرزنجات میشنم فرزا رو داغ کرد که صدای من بگوشی کسی نه خواهد رسید. من چند تا سوال دارم و یه نکته. اول نکته رو بگم که خب دوستان مختلف هم توضیح دادن در صحبت فرخ نگهدار.
در آمریکا و اسرائیل کسی ندید که پرچم ایران جلوی تابلوی عمومی، جلوی دانشگاه، جلوی جای مختلف پهن بشه. مرکز ایران کسی نداد و شروع این داستان از ایران بود. بیشتر از این اکبار که بحث نمیشه خدا در باز. سوال اول من اینه که اینجا مطرح شد، حالا شاید من دقیق نفهمیدم، که ایران گفته شد که میگم اون جمهوری اسلامی در بهترین موقعیت خودش هست لازم موقعیت منطقی به جهان. نظر دوستان دیگه چیه؟ میدونم شما نمیدید. نظر دوستان دیگه در این مورد میخوام ببینم چی. نکته دوم هم که باز اینجا از طرف یکی دیگر دوستان مطرح شد، گفته شد که سه تا مطلب برای جمهوری اسلامی هویتیه. یکی زن ستیزیه، یکی اسرائیل ستیزیه، یکی آمریکا ستیزیه. من علتش این 40 سال که مرور میکنم، صحبتهایی که خانم امان هم کردن که خیلی جاها خلاف این رو نشون میده، برای من این سوال وجود داره که به هر حال در روحانیت شیعه شخص آیت الله خمینی حجت رو تمام کرد و گفت که حفظ نظام اوجب واجبات است و اگر حفظ نظام ایجاب کنه حج هم تعطیل میشه، نماز و روزه هم تعطیل میشه، همه شؤون فروع دین تعطیل میشه. حالا نمیدونم، شاید ایشون یه زمانی اصول دین هم تعطیل کنن موقتا به عنوان احکام سالاری. و نگاه مؤتلفه به مسابقه نگاه مسلط تبیین دینی در ایران این رو نشون نمیده هویت این چیزهاست. و ما طی این مدت هم دیدیم که حالا آقای فرزاد هم آقای خیلی از فاکتور نشون داد که چجوری در خرید سلاح و غیره زالک اینها ایمان همه رفت و مصلحت جایگزین شد. به ترتیب چرا فکر میکنیم که این مسائل ایدئولوژیک هست، ناموسیه یا هویتیه و اصلاح پذیر نیست؟ سوال هم این هست که دوستان آیا فکر میکنن که جمهوری اسلامی چیزی به اسم دکترین سیاست خارجی داره؟ اگر داره معرفه هاش چیست؟ بخشی از صحبت و سوال رو دوستان هم انجام کرد. ما ایران بیرون دوستانی که در پانل هستن به عنوان متخصص این حوزه آیا میتونن مؤلفه های سیاست دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو بشمارن؟ یعنی آیا سیاست خارجی به مثل مبتنی بر موازنه منفیه یا مبتنی بر موازنه مثبته یا یک نگاه کلان مثلا تمایل به غرب یا تمایل به چین یا مؤلفه هاش چی هست؟ و سوال آخر این است که خب به نظر شما دکترین سیاست خارجی ایران فردا چی باید باشه؟ ما این دکترین ما مبتنی بر چه اصولی خواهد؟ تو صحبتاشون یه طوری سوال منم مطرح کردن، ولی من یه توضیح بدم که هم خانم محمدی هم آقای بیان تو تقسیم بندی‌های زمانی سیاست خارجی ایران اون شعار یه مدتی هم اون شعار نه شرقی نه غربی بود که اینو فراموش کردن توضیح بدن که اونم خود موقع که شوروی از بین رفت در واقع مبادلات این معادلات به هم خوردن تو سیاست خارجی. یکی هم در سوالم اینه که این آقای بیات و آقای مومینی گفتن که روایت دشمنی با آمریکا و اسرائیل علت وجودی حکومت اسلامیه، جمهوری اسلام. من سوالم اینه که آیا این روایت برای کیه؟ برای طرفدارای خودشون تو داخله، برای گرفتن امتیاز تو سطح جهانی؟ این خیلی مهمه، چون که من که حالا دیدم که هر وقت که به نفعشون هست میان مثلا به خاطر همین طرفدارای داخلی خودشون روایت خودشون هم زیر پا میذارن.
حالا من برای من این سوال پیش میاد شما که شما دو تا آقایون که نظرتون اینه، این روایت به خاطر کیه؟ خیلی عالی. سوالم اینه. خیلی عالی. متشکرم. سوال بعدی از خانم مهناز. من فکر میکنم بعضی از دوستان یه سری از جوابایی که میخواستم، سوالاتی که میخواستم مطرح کنم، به خصوص آقای احمد فرومندی اگه اشتباه نکنم، ولی آقای یکی از آقای فرومندی اسمش رو نمیدونم، ولی یک دو تا مسئله رو میخوام اینجا مطرح کنم. اینکه مسئله سیاست ایران در یمن که این مسئله روز ماست و این مسئله که برای روسیه پیش اومد و اولین کشوری که در گفت روسیه این مسئله را انجام داده باشه و به عربیت زدن خود آقای روحانی بود، این مسئله را نمیدم چی کنه نه مطرح نکردم. دومین مسئله اینه که ضدیت با آمریکا آیا جرم جمهوری اسلامی را نصف نمی کنه آقای فرخ نگه کنه؟ چون ما اون ضدیت را بذاریم کنار، اگه اینجوری بخوایم تقسیم کنیم یعنی جرم جمهوری اسلامی نصف شد. اینو برای من دوستان خواهد کنم. ببینید
در تایید صحبت‌های من که ما در سیاست خارجیمون نیاز داریم که در کنار آقای ظریف، آقای سلیمانی، سردار سلیمانی حضور داشته باشن، به خاطر به حال شرایطی که در منطقه پیش اومده، میشه بعد از جریان جنبش سبز مشکل قرض با عمق استراتژی که ما هستش. مثل اینکه پس من صحبت شما رو بعد فهمیدم، همین که مشکل قرض با عمق استراتژیکی ما هستش در منطقه و همیشه هم سر همین با ما جدال داشته. من یه دو تا اشاره بکنم مثالی، دوستان بیشتر مفهومی بحث میکنم، من مثالی بگم که چرا ایران باید در سوریه حضور می‌داشت. ما پیمان‌نامه‌های نظامی از زمان محمد رضا شاه پهلوی داریم با سوریه، دفاعی بودن، سیاسی بودن، که سوریه اینها رو پایبند بوده بهش. در دورانی که صدام به ما حمله کرده، دو تا لشکر سوریه، عراق همیشه در مرز سوریه برای اینکه از پشتش حمله نشه حضور داشته و اینکه عملیات بزرگ استه که 40% نیروی هوایی عراق رو نابود کرد با همکاری سوری‌ها انجام شد و اینکه جدا اینکه مستشاری هم در ایران کمک میکردن، اینا خدمات بوده که سوری‌ها، حالا شما دوستان بگن شیعه و فلان، نخیر، یه اون به استراتژی بوده اونها به ما کمک کردن، وگر نه خوزستان و ایلام ما احتمال زیاد از دست میرفت. ایران عراق با تمام توان نظامیش و پشتوانه غربی شارد ایران میشد و شاید اصلا امروز مسئله یه چیز دیگه. این چیزهایی که ما باید بهشون نگاه کنیم. اما اینکه چرا در اتفاقی که جدیدن افتاد در طول چند ماه 5-6 سال گذشته که چرا این اتفاق در طول سوریه افتاد و ما باید حضور میداشتیم، یک به هم ریختگی زیستبومی اتفاق افتاده که آمریکایی‌ها از سال 2001 و قبل از اون این مسئله رو رصد می‌کردن. پروژه ویرانگر گاو، پروژه آبی هستش، مشاورانش اسرائیلی هستن. اینکه بگید چرا آب اسرائیلی‌ها باید مشکل داشته باشه، چون مشاوران این پروژه اسرائیلی‌ها بودن برای به هم ریختگی در منطقه میانرودان. میانرودان در تصویر سوریه و ایران و عراق هستش و این مسئله باعث شد که ترکیه برای پیشبرد این پروژه آبی که این سه تا کشور رو تحت سیطره خودش قرار میده، به اصطلاح وارد همکاری با آمریکا بشه و یک تبادل همکاری باشون انجام شد که به محض اینکه صدام رفت ترکیه، صد آتاتورک و صد بعداً هم صد ایلیسو که هنوز آبگیری نشده ولی تکمیل شده، این باعث یک خوشسالی گسترده خودساخته در منطقه میانرودان، شمال میانرودان شد که باعث خود ترکیه، سوریه و عراق به خاطر طرح‌های توسعه طلبانه کشاورزیشون که توسط وزارت خارجه آمریکا داشته رصد می‌شده، باعث بحران درونی شدن مثل سدسازی‌های ایران. اما هشدارها داده نشد. اجازه بدید من اینو تمامش کنم، چون اگه فرصت باشه آره می‌خوام بگم که کشاورزانی که مثل دوران شاه که رفتن به سمت دیروزور و دمشق و فلان، اینا از خوشسالی آمریکا با رصد کردن، آمریکا و اسرائیل با رصد کردن این نیروی معترض، درست کردن داعش در منطقه، تلاش برای این بود که این و با همکاری ترکیه تلاش برای این بود که این منطقه رو به هم بریزن. حضور ایران، حضور مقتدر ایران، حالا چه ارتش ملی ایران اونجا باشه چه سپاه باشه، مشکل ما با سپاه اینه که برگرد به پادگان‌ها، دست از سر اقتصاد فرهنگ اینا بردار، نه اینکه ما بریم به سمت حذف نیروی نظامی به اصطلاح حساب شده در ایران. این ادبیاتی که به هر حال نسل من شهرام میدونه امروز در بین شما دوستان به کار ببره تا هوشیار باشیم. ما بازیچه کسانی که با عمق استراتژیکی تاریخی ما مشکل دارن همراه نشیم. حالا اگر صحبتی بود، اگر فرصتی بود، من در مرحله بعدی مفصل اسنادی رو خواهم آورد که مستند که چه اتفاقی در حال شد. ما در بحثایی که روی سرعت اوضای بین‌المللی میکنیم خیلی از موارد دو موضوع با همدیگه مخلوط میشه. یک سمت‌گیری و اون استراتژی و اون پرنسیپ و اون اساسی که یک کشور در سیاست خارجیش داره در پیش میبره، دو تاکتیک‌ها، روش‌هایی که در مقابل این یا اون فشار پیش میبره. طبیعتاً این دومی بر مبنای اولیه، ولی غرق شدن در این دومی و ندیدن اولی یا بالعکس
موندن رو اولی و ندیدن دومی خطاست. و من همین تعداد زیادی از دوستانی که میان صحبت میکنن مثلا روی یک موضوع معین که اینجا چنین شده، اون اولی چیه؟ چهل سال یک سیاستی داشته، چهل سال یک مبناهایی داشته که این مبناها مونده. مبنا کدوم مبناست؟ مبنا اینه که آقای خامنه‌ای در دوران اوباما اومده جمع کرده همه مسئولین رو، دیگه خبرش هست، یه خبر اطلاعاته، تحلیل نیست، و گفته این روشی که آقای رفسنجانی و روحانی دارن پیش میبرن کشور جمهوری اسلامی رو تبدیل میکنه به یه چیز غیر جمهوری اسلامی و من تو وقتی باشم نمیذارم این پیش بره. و یک بخش بزرگی از رهبران رژیم هم به این سیاست دست دارن. این از 40 سال پیش تا به امروز هست. این تصمیم گیریه. ما نسبت به این موضوع موضوعمون چیه؟ این سندی که نوشته شده سعی کرده نسبت به این موضوع بگه، بگه آقا دنیا عوض شده. اگر قبل از سالهای دهه 80 اون زمانی که دوران شاه بود در دنیا وضعیتی بود که یک حکومتی که میخواست ملی باشه، میخواست بره رو رأی مردم، طبیعتاً درگیر میشد با کشورها. شاه که میخواست رو با هم بیاره باید میرفت از شوروی میآورد، نمیتونستن کشورها روش کنن، میخواستن روش کنن، درگیر میشدن و از لومونبا و سوکارنو و بوتو و هالنده و مصدق کودتا میشد. از دهه 80 دنیا عوض شد. از دهه 80 وضعیتی شد که برای منافعشون اونا ترجیح دادن که بخشی از تولید رو ببره کشور دیگه. در زیر اون برشکسته مقروض دنیا شد قدرت هفتم جهان. کره و سنگاپور و مالزی و غیره و تا ترکیه که تولید ناخالص داخلیش به جز نفت چند برابر تولید ناخالص داخلی ایران هست. این اتفاق افتاد. ما چی شد نشدیم؟ ما بیشترین امکان رو داشتیم برای این کار. ایران جز به کشورهایی بود که زیربنایی داشت که این دوره استفاده بالا ببره، ولی نبرد. چرا؟ اساس سیاست خارجی بوده و این سیاست خارجی که میخواست از اونها جدا بشه، اونا هر اتفاق بدی کردن، کودتا کردن، نابود کردن، ولی این اتفاق نیفتاد به ضرر ما. این باید عوض بشه، این دکتری هم باید عوض بشه، این چارچوب باید عوض بشه. رو این موضوع تردید این که ترامپ این طوری کرده، اوباما این طوری کرده، اسرائیل کار، این فرانگیدن از اصل مطلبه. دو، راجع به تاکتیک خیلی مثبت دیگه بشینیم خیلی باز بحث بکنیم، ایراد کار رو ببینیم، کجا درسته، کجا جلو جنگ رو میشه گرفت، کجا میشه مثلا یه سیاست پیش بره. سیاست فقط دومی نیست. تمام. در ستیز هست 100% هست. یعنی بخواهیم سریع مطرح بخونیم. آقای علی جان، علی در کهکر که هم میخواهم بخصوص این رو بگم. این رو ببینید دوستان، یک تحول در دنیا به وجود اومده. سیاست حرفه‌ای من رو بیان میکنه از اینکه مثلا این رو بیان کنم، ولی من میخواهم بیانش بکنم به عنوان یه روشنفه. تکلیف دنیا تا حد زیادی روشن شده به این ترتیب که یک نیروی هست که مهار داره روی حرکت جوامع و جهان، قدرت اقتصادی، قدرت علمی، قدرت فنی شده داره.
اون کشور هم اسمش آمریکا که مخالفینش در کشورهای مختلف وقتی که یک استعداد پیدا کردن استعداد رو میذارن تو کف دستشون میرن تقدیم رو اونجا میکنن و اونجا شروع میکنن کار کردن استاد میشن، دانشمند میشن و غیره میشن خب الان اون جهرات نه بازم اونا رو در بازه مثل چین نیست که هی نگاه بکنه به منزی که هم مرزش رد کرد شدی یه اپی بذاره تو موبیله که تو هر کجا میگه پیدا شدی نه در باز میکنه و در باز میکنه همه اینها میره اونجا استعدادهای پولی، فکری و غیره و غیره این یک قدرت است، این یک قدرت عظیمه این قدرت عظیم مثل هر امپراتوری که به طول تاریخ تشکیل شده من از توسعه طلب هست قدرت بیشتر بود ایرانی ها در روز داره 500 سال انجام دادن مغول ها انجام دادن الکساندر انجام داد بغیره بغیره این ها داره انجام میده و خیلی هم زور داره این یک اصل زورگویی هم میکنه بر اساس اصلا دیکته میکنه خب حالا ما با این پدیده رو برو رسیم بار چکار بکنیم چرا ویتنام برقرار کرد آقای سلامک همینه این پدیده رو وقتی شما شناختین ما نمیتونیم این رو الان تغییر بدیم شما با یه آب جریان آب تکامل تاریخی توی یک مسیر با سرعت داره میره ما برای این که تغییرات ایجاد بکنیم ابتدا باید در مسیر این حرکت کنیم بنابراین سیاست خارجی شناخت این پدیده است از جمله شناخت ظلم ها هست ولی در گذشته ما میگفتیم این رژیم و آن رژیم سیاستشون بله زورگویی میکنن استعمار میکنن امپریالیست هستن و غیره و غیره بر این اساس ما با آنها را افشا بکنیم و علیهشون مبارزه بکنیم حالا باید بگیم آمریکا زور میگه قدرت داره همه را جمع کرده ما باید درک بکنیم این کشور را و سیاستی را اتخاذ بکنیم که خونسا بکنه تنشش با ما را بنابراین ما لحن حرفمون با اونم باید تفاوت بکنیم الان اون دیوارهایی را که تو سفارت آمریکا اشغال کرده بودن پر از شعارهای خیلی خیلی بندون بود حالا شروع کرده بودن پاک کردنش اینطور مفهومدن ولی نه برای اینکه اینا را پاک کنن بلکه برای اینکه مدل جدیدی رو اون دیوارها بنویسن ببینید توی دنیا هیچ کشور دیگه شما پیدا نمی‌کنید که جلو پاکدان‌هاش اینجوری بشه یه پرچم یه کشوری را بذارن شما رژه بدید رو اون و یک اصلاح طلبی قدرت خودش از این نشون بده که پاش رو برداشته جمهوری اسلامی رو وقتی ما نقد میکنیم به این معنا نیست که همه چیزش بده یا اینکه این ظالم هست نه من به شما میگم کاری که اگه بخوام واقعیت رو بگم در سوریه کاری که کرد بسیار کار درخشان نیست اتفاقا آقای نگهدار خود شاهد برخورد من هست من گفتم فلان خیلی هم درگیرم ولی سیاست به معنای انجام کار خوب نیست سیاست به معنای انجام کاری است که مشکل فراهم کنه سیاست به معنای بیان ایده های خوب نیست سیاست بنا این پیدا کردن ایده هایی است که بتونه ایده های بد رو خنثی کنه شر رو خنثی بکنه وگرنه آدم خوب خیلی زیاد هر حرف خوب هم خیلی خیلی زیاد هست دقت بکنید چون بعضی موقع من بی طرفانه راجع به هنوز همین رژیم ها صحبت کردم بعضی موقع مثلا یه حتی تو همه سیاست خارجی من بندی نوشتم که با رژیم شاه یه حرفی زدم گفتم هست که من هست کردم ولی شما آدم لجبازی هستم اینجا میارم ببینید مجموع مناسباتی که در زمان شاه در دنیا تنظیم شده بود یک ایدئال امروز عنصری که در اونجا خطا بود در واقع بیشتر میشه گفت اشتباهش نه از این نوع بود که اون میگفتن وابسته نه از اون نوع بود که اونم یه خورده همین مثل خامنه ای فکر میکرد وقتی تنها میشد این فوش میداد اون فوش میداد به این فلان میبیند ولی مجموع مناسباتی که اون داشت با همه کشورها رابطه داشت دقیق بکنه با همه شد همون موقع که با فلسطینی ها داشت با اسرائیل هم داشت رابطه خب ما اینا رو تخته کردیم اونها رو به تخته کردیم محکوم کردیم رفتیم حالا رسیدیم به اینها سعی می‌کنیم بگردیم ببینیم چه کار خوبی انجام دادن کار خوب در سیاست وجود نداره کار مؤثر وجود داره کار خونسا کننده یه شر وجود داره کاری که یک ملت رو ملت من از این واژه ملت و منافع ملی رو گذاشتم کنم
از خواست مردم، از زندگی مردم دفاع کنه و این رو تأمین کنه که مردم نون روی سفره داشته باشن. بس طبعا. در یک لحظات معینی ممکنه یه سیاست خوب باشه یا بد باشه.
منطقه اون چی که موضوع بحث ما بود در واقع سیاست کلی جمهوری اسلامی و در این چارچوبی که اتفاقا دینامیسم واردش میشه و اون دینامیسم اونجاست که در دور مثلا در دور رتبه این موضوع که برای جمهوری اسلامی دشمنیش با امریکا و اسرائیل دو تا ستون اصلی هست دور و بر این در دنیای دینامیزم دینامیک موجود منافع ایجاد میشه که اونا زندگی مستقل پیدا میکنن همین الان میبینیم در ایران محافل در ایران از برنامه از بحرانی که در اثر برنامه هست ایران به وجود اومده سود بردن در واقع این دینامیزمیه که در یه سیاستی که در مرحله اول هنوز ممکنه ایستا باشه اما پویایی وقتی وارد شد یا یه چیز دیگه سیاست ایران در منطقه باعث نزدیکی شدید بازم بیشتر ایالات متحده به امریکا شده به نحوی که به نحوی که اسرائیل کی به کی نزدیک شده؟ ایالات متحده با امریکا نزدیک شده با عربستان نزدیکی ایالات متحده به عربستان شده به این معنی که این حجم اسلحه‌ای که امریکا میتونه به عربستان بفروشه این خودش یه علتی میشه برای حفظ اون سیاستی که ترامپ شاید از اول قصدش نداشت یعنی که حتی اگر ایران ممکن است اون دینامیز وقتی وارد جریان میشه حتی اگر ایران الان ممکن است اگر کوتاه هم بیاید چون نتیجه این خواهد شد که آرامش بیاد به منطقه نتیجه این خواهد شد که عربستانی ها بیشتر اسلحه نخرن در این صورت اصلا میفتی یک مسیر دیگری منتها این دینامیزمی که در کل حرکت سیاسی هست در سیاست و هر سیاست دیگر که یک اتفاقی که میافته دوروبرش منافع ایجاد میشه که این منافع میخواد خودشون رو حفظ کنن مستقل از منافع بیشتر مثلا کشور از این لحاظ به این علت نگاه ما به سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگاه لحظه‌ایش نیست که مثلا یه جا هم یک کار خوبی کرد آره ممکنه یک کار کرد برجام کار خوبی کرد اما این سیاستی که منجر شده که کشور به این وضعیتی بیفته که اول چند صد میلیارد دلار از دست بدن و اینه دوستان فقط بخش مادیش هم نگیدیم که میشه با ارقام حسابش کرد چند میلیارد دلار ایران از دست داده و الان هم از دست میدهد و ادامه خرده بلکه اون بخشی که قابل سنجش نیست مثلا جدایی تکنولوژی و علمی و فرهنگی و گردشگری ایران از جهان اینا یه چیزایی که در نسل‌های آینده احساس خواهند شد اینا برای قابل سنجش الان به دلار نیست اینی که مثلا در اثر پایان دو سال آخری در اینی که در اثر خب اینجا رو به جا قرد میخواید شد به یک سوال بگم به موضوعاتی که پرسش هایی که مستقیل بود جواب بدم و اون این که بگم اونا رو اینجا تموم کردم که مفهوم نمشه رو حالا در دوستان سوال کرد به طور مشخص که روایت برای چیست؟ روایت، اروپایا بگن نراتیو همه هر کشوری برای کسب مشروعیت یعنی هیچ رژیمی بدون مشروعیت زندگی نمی کنه یکی مشروعیت چند تا جنبه داره من همه جنبه شو البته داره می کنم که برمشن یه جنبهش اینه که اینو به طور لحظه‌ای چطوری از طرف شهروندانش کسب می‌کنه ولی یک مشروعیتی هم داره که روایتیه اندکی تاریخیه در تاریخ جمهوری اسلامی دشمنی با امریکا دشمنی با اسرائیل دفاع از مستضعفین جهان پشتیبانی از عدالت حالا بعدها هم که نه عدالتی وجود دارد نه چیز ولی بازم این نراتیو این روایت مونده
و رژیم جمهوری اسلامی متاسفانه زندانی روایت شده. من نمیگم این روایت نمیتونه تغییر بده، ممکنه، اما همونجوری که یکی از دوستان اشاره کرد، اون تهمونده های پشتیبانانش رو اون تهمانده پشتیبانانش رو از دست خواهد داد اگر از این روایت صرف نظر بکنه. فکر میکنم خانم را اما نمیخوشم اشاره کرد. از این لحاظه، یعنی اینو باید کم اهمیت نگیریم و اینه که در واقع رژیم جمهوری رو به اینجا رسوندی که الان میبینیم اونجا دورش هم دوباره فقط تکرار که آخر جمله باشه دورش هم منتها فوری منافع ایجاد میشه که اونا دیگه خود زندگی خود بسکنه. دکترین سیاست خارجی رو فکر بزنم دوستان دیگه جواب میتونه اگه لازم شد. بعد صحبتهایی به من بود که در واقع من فکر کردم حرفای خودم را بود نشنیدم. آقای خداوش، من هیچ وقت نگفتم جمهوری اسلامی الان مظلوم واقع شده. من گفتم توان ایدئولوژی دینی، من همیشه ایدئولوژی دینی رو شما به راحتی میذارید در کنار ایدئولوژی مارکسیستی، ولی برایش تفاوت‌های قائلم که اینجا جای بحثش نیست. ایدئولوژی دینی، دین خوبی جمهوری اسلامی در طی این 40 ساله گفتم در مسافه با حقیقت زاییده شده و امروز مثل هر رژیم مستبد دیگری که خارج از حوزه خودش هم پایگاه نفوذ لازم داره همه این کار رو میکنن عمل میکنه مثل هر حکومت دیکتاتوری دیگری. شما نیازی نیست. اصلا اون چه که من میگم مضمونم با تفکر شما اختلاف داره. ضرورتی نداره شما اطوری که من نگفتم به کار ببرید و بگید که از اون بخواید حرکت کنید که اثبات بکنید تفاوت نظر. اما صحبت عجیبی هم کردید که هر کشوری همون سیاستی رو که در داخل داره در خارج هم. مثلا جمهوری اسلامی همون سیاستی رو که در داخل انجام میده در مورد فلسطینی ها، در مورد حزب الله، نه بسیار باهاشون اونجا عمل میکنه. آمریکا میاد گوانتانامو درست میکنه، آدم ها رو شکنجه های سنگین میکنه، میره در عراق اون زندان ها رو درست میکنه، ولی در داخل که این کارها رو نمیکنه. اگر میخوایم بگیم، مگر که شما میخوایی نتیجه بگیم چون لیبرال دموکراسی به درجاتی در امریکا هست، امریکا هر جا بره همین رو میاره، هر جا که رفت دیگه وجود نداره دیگه، هر جا که رفته تنش، رادیکالیسم، دیکتاتوری تشدید شده. این اصلا برای صحبت های شما مفصله. من یه اشاره به صحبت آقای فرجام، یه اشاره به صحبت نگهدار بکنم وقتی که میگه که به اون بچه قضیه توجه نکردیم، به نظر من این نقص درستیه. ما تحلیل میکنیم سیاست خارجی رو، وقتی داریم تحلیل میکنیم میگیم جمهوری اسلامی این رو این رو اون کرد در مقابله، خب جایی این کاری بوده تو بحثای ما، یه جاهایی بوده که به نظر میمده آمادگی وجود داره جمهوری اسلامی کوتاه اومده نکرده، از موقعیت استفاده نکرده، ولی وقتی خاطر میرفته همه تلاشش رو کرده، نامه هم نوشته که به رسوایی و این هم مجر شد، اینا رفته تو محور شرارت. خب معلومه که ما باید به این نکته ها وقتی داریم تحلیل سیاست خارجی میکنیم اشاره بکنیم. از این بابت ولی همه مسئول این میشه که ما داریم سیاست خودمون رو، نه ما داریم رو سیاست خارجی صحبت میکنیم. اینکه اشاره میکنید به ویتنام، علی کشتر از این دومن اونجا این صحبت های کرد که من یادم رفته به شهتران داده شدن یادم رفته، میگه که خب چرا ویتنام با آمریکا بودن؟ اصلا من علی جان ویتنام با آمریکا جنگید، در واقع آمریکا توی جنگ شکست خورد، بعد ویتنام نه به عنوان تسلیم، به عنوان یه حقوق قانونی برابر نشست با اون مذاکره کرد، نه دستوری، نه اینکه من میگم تحریم هم میکنم باید با من میگه
چهل سال اگه ما میخواستیم صحبت کنیم هر موقع تو دست من نوستش در نه یه چیزی رو که تو گفتی نه دارم میگم که در شرایطی بله آمریکا با شوروی مذاکره میگم بله دو تا رقیب همسنگ میشستن با هم حرف میزدن ما مخالف مذاکره کسی نیست ولی راههایی که یک حکومت رو هر ابلیس میخواد باشه به زانو در بیاره اون شکست اون تسلیم مطلق دوره اوباما نمیشه نه دوره تمام تحریم های آقای ترامپ قبل از این اخیر همه تحریم های دوره اوباما بود اصلا تشدید شد تحریم ها اما شما نگاه کنید روحانی جمهوری شما این کار میکنید که طرف مرغوب بشه بترسه که شما به جمهوری اسلامی منتسبش کنید هر سری من میخوام بگم آمریکا شما در لیبی در عراق دیدیم که هر چی که یعنی مدارا بیشتر شد تقاضا به خواهش کشید سیاست آمریکا یعنی اون یک گام عقب طرف روحانی اومد برای اولین بار خب آقا اگه این کار نمی کنید این کار رو بکنید تحریم رو بردارید شما مطمئن باشید آمریکا می گفت آقا من تحریم رو برمیدارم فقط این موشه رو برمیدارم قضیه تغییر می کرد اومد آقای ترامپ زد زیر همه چیز ما همه می خواهیم مذاکره بشه اما واقعا مذاکره نه به این عنوانی که دوستان دائم توصیه می کنن که امریکا قدره امریکا بزرگه این که این اصلا ترویج یک اخلاق سیاسی امیر جان فاسده من از تو انتظار ندارم که بشینی هی بگی که ولی بزرگ ما باید نه جهان داره تغییر میکنه برای اولین بار که اتحادیه اروپا چرا در مقابل امریکا حرف میزن به خاطر ایران نه اصلا به خاطر اینکه امروز در اون ضعف دوران جنگ قرار نداره میتونه رو پای خودش بیسته به این دلیل حقارتی رو تحمل کرد دیگه حاضر نیست به خب بگم الان شما منم چیزی خانم مرکل میگه دلیلی نداره که ما هر چی به امریکا دیگه مگه تفصیل پیش میدونستن؟ این هم دوستان خواهش من رفت من این کامو دارم اجازه بگیرم توضیح با مسئله خود به ویژه این مسئله آبی کشور رو رو میکروفون صحبت میکنه میکروفون گفته میشه من میکروفون رو درست دوست دارم هر صدایش من در جام استثناف کنم که اینا رو که نمیدونه رابطه مناسبات شو بسته آقای گرشم خواهش میکنم آخرین انتظار بحث رو به تو تاریخه من اینجا محمد شما تو بلنگو سار شما بفهمید نه گفتیم یه میگفتیم میکروفون داشت ببین من خوب نگاه کنم خوب دقت کنم فقط به سوال من جواب بده خب نظر شما خانم فیلسوف یه دولتی رفت یه مذاکره کرد موافقم شد پیش برد اسمش هم ترجام بود بعدش هم گفت باید ترجام دو و سه انجام بشه این یک جور یه جمهوری دیگه گفت تو غلط میکنی و برجام دو و سه برجام دو و سه نداریم و شما هم رفتی خیانت کردی رفتی زد و بند کردی منظور شما کدوم جمهوری اسلامیه اونی که این میکنه یا اون یکی اگه منظور تو اونه که رفته مذاکره کرده و گفت برجام دو و سه باشه اون خودش میگه من جمهوری اسلامی نیستم دیگه نمیذارم من کار اگر منظور من یه جمهوری اسلامی که در این تعریف میکنه اون یکی که تو برجام درسته نه آیا واقعا قابل دفاع میدونه شما؟ نه این رفتی به سوال من به حرف من که شما توصیح میکنید با آمریکا بدارید با سلام امیران به جا سوال کرد مشخصا خب من پس من نباید سوال نه سوال من جواب شما سوال هم من جواب موزه شما راجب جمهوری اسلامی شما همه سوال تو بلنگو صحبت که ما بکنم که کی با قصده کی با قبول تو تحصیل وارد کردن اونجا من زم یه دور خب فراموش کردم بشت برد نزم و اون این که در لحظات در واقع اشاره هم کردم مثلا این که امریکا از برجام خارج شده البته نفسه امریکا
جمهوری اسلامی نمیخواست برجام خارج بشه. منتها برجام وقتی که درست شد، اون یه چیزی که اروپایی‌ها و امریکایی‌ها روش تأکید داشتن که بهش میگفتن روح برجام، که به نظر من توی هر معاهده ای هم وجود داره، اون این بود که فکر میکردن با انعقاد برجام که رژیم به یه سری از خواستاش در واقع به تو بیمعنی به نظر من داری به هوای خود به فکر خودش رسیده بود، فکر میکردن حالا میتونن توافقهایی بکنن رژیم از این مزاحمتش دست داره، مزاحمتی که در لبنان میکنه نمیذاره دولت واحد درست شد، دخالتش در سوریه نه فقط ایران، کشورهای دیگر کردن، اینجا فقط ایران نبوده. الان خیلی وارد بحث سوریه نمیشه چون طولانی میشه، فازهای مختلف داره که اثرات دخالتش در عراق، هم دخالتش در یمن، دخالتش در افغانستان، یعنی اینجوری نیست که رژیم جمهوری اسلامی با اشکال سفارت کاری کرده که در تاریخ اگر نگیم این شروع جریانه، شروع اختلافاته. تا من که نمیخوام اینو سیاست جمهوری اسلامی بر این مبنا پایه‌گذاری شده و تا وقتی که این سیاست تغییر نکنه، اما تو برجام تغییر کرد در یک جمعه کوچیکی شده برجام تغییر درست و بیایی چون که دیگر من واقعیت این است ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از بی‌عدالتی، این همه ما میدونیم، در هر جبهش نگاه کنیم. منتها اینو امیرم به نحوی گفت در واقع به نحوی دیگری چگونه در این دنیایی که سرشار از بی‌عدالتی است چگونه نویگاسیون بکنید، چگونه درمان‌آوردی بکنید، چگونه راهشناسی بکنید. سوال سیاست خارجی جمهوری اسلامی در واقع اینه. خیلی ممنون از مشارکت دوستان. خیلی ممنون از مشارکت دوستان.